هاي زلمه قبل اسوي فيديو امروز نخاف متوتر بالتالي بهتون بگم کسانی که ویدیو رو تماشا میکنند و عضو کانال علوم غربی لا تنهی نیستند لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنند دنبال کنند اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید که نمی کنید و برام کامنت بنویسید خوشحال میشم و اگر میخواید جز اولین ها باشید که نوتیفیکشن اپلود ویدیو رو دریافت کنید زنگوله رو فعال کنید. هر چقدر تعدادمون بالاتر بشه و تعدادتون بیشتر بشه آموزش های قوی تر و جالب توجه تری رو براتون آموزش خواهم داد. سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. احوالتون چیکار میکنید؟ با یه ویدیو دیگر اومدم که در خدمتتون باشم از سری آموزش های علوم غریبه و صرفا از کانال علوم غریبه لایتناهی در خدمتتون هستم. اینها نقشی در طلسم ندارن که باید کنار گذاشته بشن و این جدیدن یه اسپانسری اومده به کانال ما اضافه شده و قرار از این به بعد حمایت کنه از کانال. یه شرکتی هست که بخورسازی داره و صرفا این مارک. عزیزانم امروز چند تا نکته رو اومدم بهتون بگم و یادم رفت بهتون بگم که البته من کلیپ ساختم و باز هم میگم عیدتون مبارک و انشالله هر سال سالی بهتر از سال قبلی براتون باشه. من همیشه در مناسبت ها براتون سورپرایز های رو آوردم و این روز هم از اون قاعده مستثنا نیست. عرض بشم به خدمتتون که اسراری هستن به قول گفتنی میگن بعضی جاها یه فوت کوزری. کوزگری داریم، درسته؟ فوت کوزگری جز اسرار هست و این ویدیو رو هم شما از ویدیوهای فوت کوزگری ببینید. از آن من کسانی که روز تولدشون به قمری فرد هست، توجه کنید دقیقا چی میگم. کسانی که روز تولدشون به قمری فرد هست هیچ وقت در روزهای 13 و 22 برایشون تلس ننویسید. چه خیر، چه شر و چه هیچ چیزی تلس برایشون کار نمی کنه. حتی اگر تلس شده باشن، حتی اگر مسحور شده باشن، نمیتونید باطل کنید توی این روزها. کسانی که در روزهای فرد قمری به دنیا آمدن، در 13 قمری هر ماه و در 22 قمری هر ماه نمیتونید براشون کار انجام بدید. و اینو هم اضافه کنم، کسانی که در روزهای زوج به دنیا آمدن این اعداد رو میشه براشون نوشت. من با سبز بنویسم اینها فرد عدد 7 و ببخشید 8 و 17 زوج، روز زوج. این از این. و اما کسانی که در روز شنبه به دنیا آمدند، همیشه و همیشه و همیشه ساعت‌های اول، ساعت‌های اول و سوم براشون تلسم ننویسید که بازم مثل همینا میشه، تلسم براشون کار نمی‌کنه. کسانی که روزهای شنبه به دنیا آمدن، ساعت‌های اول و سوم هر روزی از سال براشون تلسم ها کار نخواهند کرد. اینو یادتون نره. و کسی که در ببینید دقیقا چی میگن، بذار اینو پاک کنم که اشتباه نشه.
کسی که در چهار شنبه که اون چهار شنبه مصادف با دوازدهم ماه قمری هست، تنها کسی هست که هر ساعتی میشه براش تلسم نوشت. متوجه هستید؟ یک بار دیگه تکرار میکنم، کسی که چهارشنبه ای از چهارشنبه های سال به دنیا اومده که اون چهارشنبه مصادف با دوازدهم برج قمری هست، تنها کسی هست که هر ساعتی میشه براش تلسم نوشت، حتی ساعت نحس. یعنی اگر شما برای ازدواج براش میخواد بنویسید، حتی در ساعت نحس هم میتونید براش بنویسید. این از این. و اما یک موضوع جالبتر و قشنگتر و شاید تعجب کنید، مردی که در 21 قمری هر ماهی به دنیا آمده، اگر با زنی در 21 ماه قمری هر ماهی به دنیا آمده ازدواج کنه، هیچ وقت هیچ تلسمی در جهان وجود ندارد که بر اونها بتونه جدایی کار کنه. سوجهی؟ هیچ تلسم جدایی بین این دو شخص وجود نداره. هر کاری که بکنید، حتی هر کسی رو بخواید بیارید، برای اینها کار نخواهد کرد. خیلی جالب بود مگه نه؟ من ویدیو شاید طولانی تر بشه، ولی میخوام به عربی هم بسازم و اگر خدا امید داد به انگلیسی هم بسازم. سلام علیکم احبتی، شلونکم؟ زینین؟ عیدکم مبارک و ایامکم سعیده. کیف الحال؟ عرض خدمتكم، جيتكم بفرد فيديو من ذكين الفيديوهات اللي قلت لكم، ولا تنسون انا حواس الدسوري، ولا تنسون اللي قبل ايام وقبل شهور يعني كنت اخلي لكم فرد فيديوهات يعني متمايزات بالنسبه لذكيني، واحكي بعض الاشياء اللي ما شفت احد حكاهن، ما اظن احد يعني يحكيهن ويعلمهن هذني الا بدني بالفلوس. يلا بس انا بدي اقول لكم بين هيك احبتي، كلمه صاير بايام الفرد الغمريه، شهور الغمريه، ايام الفرد بالغمري، انت 13 و22 بالشهر مال الغمري، هيك وقت لا تكتب لهم تنسل ولا تبطلوا لهم تنسل، لأن ما يشتغل عليهم. و أشخاص اللي بأيام الزوج يعني مو منفرد، زوج متولدين بمكان عدد اللي قلت لكم توا عنه 13 و22، هذا فرد، تحطون رقم 8 و17، يوم 8 و17 بالشهر ما يشتغل لهم. عندكم إنسان اللي صاير يوم السبت هيك وقت ساعة الأولية وساعة الثالثة لا كتبوا له، ما يشتغل، هاي منا. شخص اللي صاير يوم الأربعاء، يوم من الأيام السنين ما يفرق، وهذا اليوم الأربعاء يتصادف ب 12 من شهر العربي وشهر القمري، أربعاء، كل أربعاء اللي بها 12 يعني يوم 12 صاير، هو الوحيد، شخص الوحيد اللي تقدرون تقول له طلسم مهما كانت الساعات، مهما كانت الأيام، ومهما كانت كل شيء، يعني لو قتل كان ذاك اليوم، ولو كان يسمونه غمر درع عقرب، غمر بالعقرب يعني الغمر يصادف بها العقرب، هم تقدرون تكتبوا له حتى لو بشان زواج. يعني هذا الشخص مرتاح من كل شيء. وبعد فرش يضيف لكم رجل لو زلمه اللي صاير 21 بشهر القمري
يا واحد حسب يا واحد 21 الشان ما يفرق، يا اي شهر ما يفرق. اذا يتزوج ويا امرأة دقيقا مثل نفرض هو واحد، هو 21 برمضان صاير وهي 21 بمحرم، توجهته يزوجون ابد ماكو طلسم يشتغل عليهم اللي يفردهم واحد من الثاني، ماكو يعني لو تحط روحك بروحه ما يشتغل عليهم. اذا اثنينهم 21 بشهر الغمي صايرين بس ما يفرق كل شهر، يعني اذا الشهور مختلفات ماكو مشكله. هاي هم فيديو تكون بيها. Hello my loved ones, I hope you are well, happy to everyone. Never write spells on the 13th and 22 lunar days for people born at lunar days. Never write spell on the 8th and 17th lunar days for those born on even lunar days. Never write spells for those born on Saturday in the first and third hours. Those born on Wednesdays, which coincide with the 12th lunar day, are the only ones we can spell for at any time. Excuses were both born on the 21 lunar month will never be separated by spells and magic.